سلام بر همه هموطنان عزیزم. امروز چهارشنبه زادروز شاهنشاه آریامهرمونه و چهلمین روز مهستا. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خانه رفتن، به روزگار آریامهر ایران زمین که هر روز ما یک نوروز است، که روشن است کاخهای سرافراز ایران از نیاوران تا جزیره کیش، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. خداوندا به ما آن شایستگی بخشای که فرمان بریم به بایستگی دادگر ایران را، و پاک دارش در پرتو رحمتت ای دادگر آسمان ها. در افراز ایران و سنگرهای سربازان من پرگل با چقدر باید روز قشنگی باشه و پر از غم، روز شادی و غم در یک جا. حرف اول داره میزنه به خاطر که مملکت ما هر روز خون داره میچکه و دنیا داره میبینه. Are still showing up at these protests every day, risking their lives. What are you hearing from those inside Iran? Anderson, it's really remarkable. It's been nearly 5 weeks since these protests started, and not only are they continuing to spread like a wildfire across the country, they've morphed into what some are describing as a national uprising calling for regime change. This despite the government's attempts to crush these protests. They are using the same brutal tactics they've used in the past in dealing with protests. We have been speaking to people, protesters who are taking part in these protests, as well as those who took part in demonstrations back in 2019. Those were quite different, short-lived, and they were more about the economy. But they're all reporting firsthand these terrifying tactics used by the authorities, Anderson. They're not only being shot at when they're out on the streets, they're beaten up. They say they're detained, tortured for days, unimaginable torture, and they're coerced into signing confessions saying that they've been paid by the US, the UK, and Israel to create chaos in Iran. And then they're released, but it doesn't stop there. They say that they're watched for years and they're threatened. This one man we spoke to, who was a protester in 2019, he says authorities continue to harass him. They freeze his bank account at times, and sometimes they call him, threatening to kill his children and rape his wife. And he's out on the streets again protesting, this time with his children. It's just remarkable, this defiance. And nothing seems to be stopping the people right now. And they know the cost of their defiance in Iran, Anderson. باید امروز روزی باشه که به دنیا دوباره ثابت کنیم که این رژیم خونخوار 44 سال مملکت ما رو با خون نگه داشته، آدم کشته، از سران مملکت گرفته که هر کدوم اون سران میتونستن یه رضا شاه بزرگ باشن، همه رو کشتن تا به امروز که دارن
دختر 17-18 ساله رو تو میکشه. من نمیدونم این ابرقدرت ها در کجان، چطور نمیتونن ببینن این کشتارا رو، چطور قبول میکنن این همه فحشا، این همه خونریزی در یه مملکت هیچکی صداش در نیاد و کمکش هم میکنن. چرا دوزی های زیادی که دارن میکنن و جیب ابرقدرت رو با پول میخرن و مردم ما در فقر و بدبختی افتاده و خون داره میریزه و برای آزادیش با باتو مدام تشکر تو سرشون میزنن میبینه، واقعا اصلا دردناکه. پدری میبینیم داره گریه میکنه، مادری داره میبینیم داره گریه میکنه، نمیدونم چی بگم. این وجدان ها کجاست؟ این بابا اون سیاست مدارهایی که در ایران هستن، اونایی که یک قدرت دارن اون بتونن جلو اینا رو بگیرن. پولای بزرگی دزدی کردن. بهتون دیروز گفتم امروزم میگم، دریابی مملکتتون رو، اینا رفتنی هست، جلوشون رو بگیرید و دادگاهی کنید و تمام پولا باید برگرده تو مملکتمون، مملکتمون نجات پیدا کنه و همه که تو صاحب سرمایه بزرگ خواهیم بود. ایران دوباره میشه ایران، ایران دوباره میشه ایران. من به تمام دوستان زادروز شاهنشاه آرامیه رو تبریک میگم و 40 روز مهسا رو تسلیم. زنده باد زن، زندگی، آزادی.